تو رو خدا برو پیش یه ریاضیدان یه خورده بگو یه رو راجع به عدد پی راجعش حرف بزن، با من حرف بزن، من بفهم حرف رو حسینی. تو رو خدا خواهش میکنم برو یه بار، تو رو بی خدا برو، نمیفهمی که در طول 14000 سال گذشته مصریان باستان و بابلیا به این عدد ثابت پی برده بودن و از آن در محاسبات استفاده میکردن. حتی عده‌ای هم میگویند که کاشف اولی این عدد ایلامی ها بودند. در قرن 18 بود که ریاضیدان ها اسم این عدد ثابت را پی گذاشتند. تا 8 رقم هم نمیتونن کشف کنن. گفت راه نجات شما عدد پیه. پی عددی پایان ناپذیر. پی عددی گنگ است و نمیتوان آن را یک کس در نظر گرفت. عدد پی ما را نجات میده. گفت بله شما عدد پی 1.14 و اینا بذار. این یه حساب کنم. یاد باشه الان در سطح جهانی تا فکر کنم 9 رقم اعشار استفاده میشه. یاد باشه عدد پی الان کامپیوترهای جهانی عدد پی رو رفتن مثلا تا میلیارد اعشار، هیچ کدوم از این استفاده نمیشه. اصلا تو اگه نمیدونی به جایی نمیفهمی همیشه برمیدی. تا به حال برای این عدد 22 تریلیون رقم محاسبه شده است که البته این محاسبه رو با کامپیوتر انجام دادن، آن هم نه یک کامپیوتر معمولی بلکه کامپیوتری با 24 درایو که 105 روز متوالی برای رسیدن این عدد کار کرده است. یعنی 3.14 استفاده شد برای اینکه پل ساختی، آسمون خراش ساختی، هندسه تولید کردی، با یه رقم اعشار بیشتر 3.14 6 یه چیز دیگه ساخته میشه، با 25 تا رقم اعشار عدد پی سفینه فضایی ساخته میشه، با 60 تا اعشار از عدد پی رو اگر جهان بتونه ازش استفاده کنه دکمه میزنه مریخه. با اینکه میدونیم عدد پی تریلیون ها رقم دارد اما این رقم ها در عمل کاربردی ندارد. دانشمندان میتوانند حجم کروی کل دنیا را فقط با استفاده از 39 رقم بعد از اعشار بفهمند. حتی ناسا هم برای ربات های فضایی و ماموریت های علمی فقط از 15 رقم اعشار بعد از عدد پی استفاده میکند. تا به حال هیچ طریق علمی به بیش از این تعداد رقم نیازی نداشته است. عدد پی جهان دانشمنده فقط تونستن توی کامپیوتر دادن به ابر کامپیوتر فقط گفته اعشار برو. خب تا کجا استفاده کردیم؟ 8 تا 10 تا رقم نمیدونم، من بالا فردا نگو 15 رقم اعشار استفاده کرده. یعنی علم فیزیک، علم ریاضی، هندسه، مثلثات، دیفرانسیل، کلن هرچی تو میبینی میشنوی تو همین 4-5-6 عدد پی. دانشمندان هر روز برای محاسباتی مثل تعیین حجم کره، مساحت دایره و حجم استوانه از این عدد استفاده میکنند. شاید اگر عدد پی نبود اکتشافهای فضایی غیر ممکن میشد، چون با کمک عدد پی است که میتوان سایز محفظه ای را که برای وارد شدن به اتمسفر زهره است را محاسبه کرد. حتی اندازه چتر نجاتی که برای فرود امروی سطح مریخ نیاز هستم به کمک عدد پی محاسبه میشود. تا به حال به این فکر کردین که سیستم جی پی اسی که در گوشی امروی شماست چگونه لوکیشن دقیق شما را محاسبه میکند؟ بله، به کمک عدد پی. متفقا عدد پی رو من توضیح بدادم، فهمیدی؟ خب اوکی. بابای تو دانشمندان بزرگی شما تا 10 رقم هم نمیتونن استفاده کنن.